در ادامه نگاهی داشته باشیم به وضعیت امروز بازارهای مالی ایران همکارم آرش آذرمی هم از طریق اسکایپ همراه ماست ما تا این بازارها رو بیشتر مورد بررسی قرار بدیم آرش از بازار ارز شروع می‌کنیم که امروز تمامی شاخص‌ها با افزایش قیمت رو بره شدن دلار صرافی ملی بینیم که 313 تومان افزایش پیدا کرده رسیده به 22533 تومان بله فرهناز بعد از افت نسبی دیروز در بازار ارز عملا امروز دوباره شاهد افزایش قیمت ها بودیم دلار در بازار آزاد هم دوباره در کانال 23000 تومان پیشروی کرد با 170 تومن افزایش حواله دلار در سامانه نیما هم بعد از چند روز امروز دوباره مثبت شد نیم درصد افزایش قیمت پیدا کرد در کانال 20000 تومان کماکان یورو دوباره به بالای 28000 تومان برگشت و حواله درهم هم 60 تومان افزایش قیمت داشت که از عوامل اصلی افزایش قیمت اسکناس دلار در تهران بود در مجموع تحلیل ها در بازار این هست که اون کاهش انتظارات قیمتی و انتظارات تورمی به دلیل مذاکرات وین با توجه به اینکه نتیجه خیلی ملموسی از مذاکرات نیامده کم کم داره دلار رو به روند سعودی برمیگردونه یک کفسازی دلار بین 22 تا 23 هزار تومان انجام داده تحلیلگرای بازار میگن و داره دوباره دلار روند سعودی رو طی میکنه همینطور که در این هفته دیدیم اما رمز ارزها امروز شاید مهمترین اخبارش اخباری بود که در ایران منتشر شد در مورد بستن اون درگاههای پرداخت بانکی که هم رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران صحبت کرد هم رئیس بانک مرکزی در بازار هم بیت کوین بین 42 تا 45 هزار دلار امروز نوسان کرد اتریوم هم قیمتش بین 3100 تا 3500 دلار در نوسان بود اواخر روز سعودی شد دوج کوین هم 24 ساعت گذشتهش رو اگر نگاه بکنیم همون هول 50 سنت تقریبا نوسانات کمی رو هول اون قیمت 50 سنتی داشت خب نگاهی هم به بازار سکه و طلا داشته باشیم این بازار هم با رشد قیمت ها رو به شد سکه تمام میبینیم که 180 هزار تومان گرانتر شده رسیده به 10 میلیون و 320 هزار تومان در بازار طلا دقیقا چی گذشت؟ خب مهمترین عاملی که در بازار طلای داخلی ایران باعث سود قیمت ها شد افزایش قیمت طلای جهانی به سقف چهار ماه اخیر بود قیمت اونس 1870 دلار شد که بالاترین قیمت چهار ماه اخیر هست دلار هم با توجه به اینکه سعودی بود تمام شاخص های بازار طلا هم سعودی شدند سکه نیم سکه مزنه و طلای گرمی همه بین یک و هفت دهم ده تا دو دو دهم ده درصد همینطور که میبینیم افزایش قیمت داشت خب نگاهیم به بازار بورس داشته باشیم نقشه بازار رو همونطور که میبینیم به جز چند تا از گروه های بزرگ بورسی مثل فلزات اساسی شیمیایی و استخراج کانه های فلزی که برخی از نمادهاشون با افزایش قیمت روبرو شدن و سبز رنگ شدن باقی نقشه میبینیم که قرمز رنگ هست به خصوص گروه بورسی کوچک همه با کاهش قیمت امروز روبرو شدن شاخص کل بورس هم امروز دیدیم یک دهم ده درصد کاهش داشت اگر بر روی جدول ببینیم و رسید به حدود یک میلیون و و هفتاد و سه هزار واحد در بازار بورس ما شاهد چه تغییراتی بودیم امروز خب امروز هم تمامی نمادها تقریبا میشه گفت بخش عمدهشون نزولی بودند شاخص کل همینطور که گفتی یک دهم ده درصد افت کرد اما شاخص هموزن باز دوباره رشد افت بیشتری رو داشت 9 دهم درصد کاهش رو میبینیم در اون 26 درصد نمادها فقط امروز در مجموع بورس و فرابورس مثبت بودن تقریبا 3 4 بازار سهام منفی بود و نمادها همونطور که در نقشه هم نشون دادی با کاهش قیمت مواجه شدن در حاشیه بازار امروز بحث انتخابات شرکت های استانی سهام عدالت باز هم داغ شده و گفته شده با وجود منع دادستانی و در واقع با این انتخابات نتیجهش مصوب شده و قرار هست که بر اساس اون نتایج اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی عدالت استانی در واقع مشخص بشن ارزش معاملات خرد هم امروز به مرز 3000 میلیارد تومان رسید دوازده درصد بیش از دیروز صف‌های فروش خالص صف‌های فروش نسبت به صف‌های خرید باز هم سنگین تر شد به مرز 5000 میلیارد تومان رسید و حقیقی ها بیش از 500 میلیارد تومان امروز از بورس خارج کردند 9 درصد بیشتر از دیروز در هفت روز اخیر این بیشترین میزان پول حقیقی بوده که از بازار خارج شده با توجه به وضعیت کلی بازار در این روزها ممنونم از توضیحات آرش آذرمی در این بخش همراه ما بودیم